نجات شدگان مؤسسه حکومتی کاسپیان متعلق به سپاه پاسداران که در مقابل ساختمان قضایی آخوندی متحسن هستند، در حالی که معترضان از اردبیل نیز به جمع آنان پیوسته بودند، با سر دادن شعار علیه کارگزاران رژیم غارتگر آخوندی خواستار بازپرداخت سپرده های خود شدند. در شوشتر غارت شدگان مؤسسه حکومتی آرمان در محل این مؤسسه دست به تجمع زدند و نسبت به غارتگری کارگزاران رژیم اعتراض کردند. مزدوران سرکوبگر انتظامی که برای مقابله با معترضین حاضر شده بودند به درگیری با معترضان و ضرب و شتم آنها پرداختند. مردم غارت شده و معترض در شهرهای دسفول، مشهد، شیراز، اهواز و همدان علیه غارتگری‌های رژیم تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. همچنین کارگران منطقه 3 شهرداری رشت در اعتراض به عدم دریافت دستمزدها و اهالی روستای نرجاباد مقابل فرمانداری رژیم در مراغه در اعتراض به آلودگی آب آشامیدنی این روستا دست به تجمع زدند. به دنبال اعتراضات کارگران ستمدیده هپکو و آذراب عراق،
که با حمایت‌های اخشار مختلف و شبکه‌های اجتماعی همراه شد، رژیم آخوندی مجبور شد به خواسته‌های کارگران تن بدهد. وزیر کار رژیم اعلام کرد همه معوقات کارگران هپکو و آزرا پرداخت می‌شود و شخصاً از کارگران به خاطر برخورد ناشایست نیروی انتظامی معذرت‌خواهی کرد. به گفته کارگزاران رژیم، دولت روحانی قصد دارد مشتری هپکو و آزرا باشد تا به این ترتیب آینده این دو شرکت تضمین شود. اما رسانه‌های حکومتی این اقدام را بی‌فایده ارزیابی کردند و نوشتند قطعاً این دو شرکت مشتی از خروار کارخانه‌های ورشکسته هستند. کارگران هپکو و آزرا به عراق طی روزهای گذشته بارها اتوبان تهران عراق و راه آهن تهران قم را بستند و با مزدوران سرکوبگر انتظامی رژیم درگیر شدند.